گلم بفر مازنینا ما به نازه رو جوان میداده ایم. بابا جونم افطاری رو همینجا بخوری؟ بابا مادرت خونه منتظره. نیم ساعت که فرق نمی کنه بی بریم. ای شیطون خونه که افشین جان بابا سر قرارت هستی؟ چه قراری؟ کو؟ صبح جمعه؟ من که حرفی ندارم شما جا نمیزنی؟ ولی صبح زود بیدار شدنش بابا اذیت میکنه. چند تا جمعه که صبح ساعت 5 پشی عادت میکنی بابا؟ آخ صبح بیدار شدنش واقعا سخت. چند تا جمعه که سلام قربون تو عمو برم من به 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 چه چایی دست شما درد نکنه. سلام داش حبیب چطوری؟ حالا چطوره؟ خوبم شما گلت خوب نواست باشم نه الحمدلله هفته چه خبری ازر نیست. هفته پیش هفته بودم دارآباد. خب خوش آمدی خوش آمدی بشین برات افطاری بیارم. الان مثلا افطاری بیارم عمو جون. جانم قربونت برم دو تا افطاری هم برای ما بیا. چشم همه چی برات ببین خستگیتون در بره. قربون چشمت سالم باشی انشالله. افشین بابا اینو واسه تماشا آوردی دوربین تو؟ خوشو ببینم یه عکس خوشگل ازت بگیرم. خب بابا خودت چی؟ خودم هم حالا بعدا میگیریم دیگه. میگم که از آقا ببخشید آقا خسته نباشی. سلامت باش. میشه خواهش کنم یه عکس از من و پسرم بگیری؟ خیلی متشکرم. بله قربونت اینو فقط بزنی تمومه. با اینم تنظیم میکنی و حل دیگه. فقط تار نباشه. چشم قربونت. یکم مهربونتر بشین نامحرمی؟ نه این سینی هست. بیا جلو بابا بفرمون. دست شما درد نکنه. به 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 آقا ببخشید قربونتون برم یه عکسم از ما با عمو عبدالله بگیریم. از من؟ بله بابا من که قابلی حرفا نیستم. همه سو شما قربونی شما اجازه بینی اجازه حاضرم دیگه. خیلی متشکرم. سلام دست شما درد نکنه. افشین جان جونم فردا یه سری به من میزنی بابا؟ کار داری ما؟ آره بیا شرکت باهات کار دارم میخوام باهات صحبت کنم. در مورد چی؟ درباره کارگاه. چیزی شده من؟ نه چیزی نشده ولی خب خودت میدونی که کار خیلی سنگینه و واقعا برای من دیگه طاقت فرسا شده. درست ضمناً میخوام یه مقداری هم این سالهای بقیه عمرمو به خودم و شماها برسم. پس شرکتو چیکار میکنی؟ میسپارمش دست یه کسی که بتونه خوب ادارش کنه. البته باید لیاقتش هم نشون بده. کسی رو در نظر داری؟
کی؟ تو؟ من؟ مردش هستی؟ بشم مدیر عامل شرکت؟ چرا که نه؟ اگه درس مدیریت نمیخونی؟ پس از چی میترسی؟ آخه فردو بیا سنگامونو با هم وا میکنی. اول کارخونه رو یه چند ماهی بهت اجاره میدم، اگه لیاقتتو نشون دادی و ثابت کردی که میتونی، یه قرارداد باهات مینویسم که تا آخر عمر کارخونه در اختیار تو باشه. بابا امشب ما رو گوشی سر کار. جدی میگی؟ ولی یه شرط داره بابا، سر بابا رو نباید کلا بذاری و الا حالتو میگیرم. باورش. من فردا 8 صبح میام شرکت. خوبه؟ آره بابا. خداحافظ. خدا نگهدار. 8 صبح. خیلی دوستت دارم. او بر گرفتی؟ افشه سب اومد چایه بخورم. افشه ایشکی هفته من بیفتم آقای بسته. افشه همه بیفتن همه. افشه یه جوری بنداز موهای من کرنه بشه. رفتی پشت اونا رو یه خود جوری بیشه. افشه این آهامون نیفته ها. سیاسه بید نماشی فیلمش ما چه سقاله بیفتیم. رنگی هم باشه تا همی جوری بیفتیم. خور بیزار آمد. بچه ها بخندیم. هلو هلو هلو. بچه من نگفتم که موهای من کرنلی بنداز. چه قیافه ای آخه؟ وای برو تو بعد تیپ بگرد. به چی انداختم ازش؟ آقا گل سرسبه در اکسا جان تو اینه. نمیدگم این که تو نیستی که اصلا کیه؟ آقا این چه اکسایی انداختی؟ تمام چشمان توش بسته چی شکلی؟ تفسیر خودتونه، فلاش میزنی چشمتون ببینین، حواستون جمع کنین. قیافه مزید دراخل ها نگاه کن. سلطان بانو اینو ببینه قشنگ طلاق میگیره. آقا وقتی که افشین عکاس میشه بهتر از این نمیشه عکس دیگه. تفسیر من چی قیافه تو 6 در 4؟ به جان تو با قیافه هم اینطوری نبوده. خیلی خوشگل بودم، خیلی خوشگل بودم، برای همین دشمن زیاد پیدا کردم تو بیمارستان عوضم کردن. احتمالات برو با شهری ها رو عوضت کردم بچه تو یه روز به دنیا آمدی بایی زنی خوشدی به نه عهده بگیم افشین این چیه؟ بابامه دیگه. بابا ده چه میشنسم؟ نه این طرف رو میگم. آه این پسر همون روز جمعه آمده بود اونجا، بچه خوبی بود. من این آدم رو کجا دیدمش؟ خیلی آشناس. تو چی؟ ها؟ من تو رو میشناسم. میشناسم. چطوری آقا؟ قربونت برم. برات خورما آوردم. دست شما درد نکنه. ای. تو مگه فردا امتحان نداری پسر؟ چرا؟ پس چرا نمیشی درساتو بخونی؟ نکو از زور تا حالا نشستی به این عکس زور زدی که چی بشه؟ مجید به جون احد من این بابا رو میشناسم. نگاه کن به خدا چشماش داره به من میخنده. مجید آشناس، اما نمیدونم کجا دیدمش. از صبح ذهن منو به خودش مشغول کرده. بابا احد تو هم که دور از حالت خرابه. حالا برفرض که تو بشناسیش چه فرقی میکنه احد جان؟ ها؟ آره فرقی چه نمیکنه، اما مجید من ذهنم خیلی مشغول این شده. احد جان ببین، ما آدم ها تو هر دوره زندگیمون با یه سری آدم ها آشنا میشیم، میبینیمشون، دوست میشیم، بعد از این مدت هم به کلی فراموششون میکنیم.
ببین تو دوره دبیرستان، دبستان، دانشگاه، سربازی، جبهه، همه این دوره که مهم نیستش که جبهه؟ احد جان، امشب شهرداری ها، ببینم چی کار میکنی؟ سحری یاد نره ها، مثل اون شب بدون سحری بمونی. بلند شو. جبهه. آره خودشه، شب عملیات. چطوری با معرفت؟ دیدی بالاخره پیدا کردم. من یادت نمیام؟ شب عملیات فاق، یادت اومد؟ مثل میدونی چقدر دنبال گشتم؟ گفتم شاید شهید شدی. تو شاید اصلا منو یادت نیاد، ولی من صورت تو با این که شب بود و همه جا تاریک خوب یادمه. مسجدی که بعد داشتی، چهرت قشنگ تو خاطرم نشست. فکرشم کرد بعد از این همه سال اینجوری پیدات کنم؟ دلم میخواد ببینم. اگه ببینی چقدر با حال حرف دارم، دلم لک زده باشی دو کلمه حرف بزن. افشین جان سلام، منم احد. احمد ساده، یه دقیقه بیا پایین، یه کار فوری باهات دارم. چه اتفاقی افتاده؟ نه نه
فقط یه خورده زودتر بیا. سلام. چی شده؟ هیچی، فقط این آقایه که عکسش ای بابا، تو هنوز گیر این عکسه ای؟ میگفتم چه اتفاقی افتاده؟ افشین شناختمش، هر جوری شده باید پیداش کنم. سلام. سلام. ببخشید دیر موقع مزاحم شدیم. بابا چرا دم در ایستادن؟ چه تشریف میارین تو؟ بابا منم بهش گفتم دیر وقته، ببخشید بابا. جونم احد دنبال این پسره میگرده، یاد نیست صاحب خونه دخت بودیم در ایکه؟ چرا بابا؟ آره چرا همونه دیگه؟ خب چطور شده مگه؟ هیچی، میشناستش، میگه عقب شناختمش و اینا، میخواد پیداش کنه. خب گفتم شاید توی مدتی که اونجا با هم بودین یه چیزی گفته باشه که بشه رفت سراغش، چه میدونم نشونی، آدرسی، اسمی، چیزی. والا حرفی که نزد، یعنی هیچی نگفت، تمام وقتمون به شوخی و خنده گذشت. حیف، کاش الان آدرسشو. والا آدرس که از قیافش اینطوری پیدا بود بابا که این هر روز جمعه میاد کو. میتونیم روز جمعه بیای با همدیگه بریم درکی ببینیمش؟ نه نه فردا خیلی دیره، من باید امشب هر جو شده پیداش کنم. نفهمم جریان چیه؟ بعدن براتون میگم، فعلا با اجازه. کجا؟ حالا خوب نیستش، میرم خونه. آقای دکتر صبر کن، میگم که یه چیزی یادم افتاد، شاید بتونه کمکتون بکنه. البته همین حالا یادم افتاده. چی؟ بابا این قهوه خونه ها رو یادت که با این آقای عکس گرفتیم؟ خیلی با قهوه چی قاطی بود و حرفاشون رو با همدیگه جیک و بوکی میکردن. شاید اون بتونه بابا آدرسشو به تو بده. راست میگه. قربونتون برم، میشه آدرسشو به من بدین؟ آدرسشو بذار من الان باش میام، همین الان میرم اونجا دارم پیش قهوه خونه. بذار لباسم عوض کنم. بریم آجون. بیا بابا بریم. سلامت. فدات بشم همشون. ببخشید آقا، ما واقعا بعد موقع مزاحم شدیم، شما رو هم اذیت کردیم. اختیار دارید عزیزم، بفرمایید. ما رفتیم. همین جاست. افشین ها، یه بنده خدای اونجا خوابیده ها. خب چیکار کنیم؟ بریم بیدارش کنیم بنده خدا رو، چی بهش بگیم؟ افشین من امشب این حرفا عالم نیست، هر جور شده باید این بنده خدا رو جیر بیارم. خیلی خب بابا، چیه این بازه؟ سلام علیکم. سلام علیکم. جان آقا ببخشید. چه؟ با چی کار داری؟ خیلی معذرت میخوام، جدا شرمندم، اما ناچار بودیم بیام خدمت. را گم کردیم. خیلی شما صاحب این عکس رو میشناسیم؟ بریم بابا، بریم بابا، خدا رو دیل جای دیگه حواله کنه. بریم بابا، بریم. اما عبدالله من رو نشناختی؟ اون روز جمعه اومدیم اینجا افطاری خوردیم، با بابام بودم، کلی عکس گرفتیم و اینا، یادت نیست؟ نیم رو درست کردم براتون خورد. بابا چی شده؟ هیچی، این رفیقمون ببخشید
شما صاحبه این هم چه نمیشنست؟ این جوونه این که داره میخنده. طلبکارشی؟ نه. بدهکارش. بدهکارشی؟ از کی طلب بدهکارا دنبال طلبکارا میگردن؟ از وقتی طلبکارا طلبشونه یادشون میاد. چی بهش بدهکاری؟ جونم هیچی تو ناب آدمی زاد نمیخون. اگه اون روز ندیده بودم با پدرت نیمرو میخوردی ها گفتم جفتتون جنی. جن کدوم اما عبدالله؟ این رفیق ما دنبال آدرس این پسره میگرده. اون روز من دیدم داری باش گپ میزنی، گفتم لابد میشنستش. حبیب؟ آره اسمش حبیبه. آره من هم مثل همه شما همینقدر میشیزمش. روزای جامعه میاد میره کونه بردی، وقتی هم بر میگرده میاد اینجا یه چایی میخوره و میره. چطوری میشه پیداش یاد؟ حالا اسمتو بگو که اگه دیدمش بگم بیاد سراغت. چاره دیگه ای نداریم دیگه، باید همین کارو بکنم. کلا فش نمیکنم اون اسم منو بدونه. یعنی راستش اصلا معلوم نیست منو یادش باشه. یه یادداشت براش می‌نویسم، اسم و آدرسم هم توش یادداشت می‌کنم. هر وقت دیدینش بهش بدین، شماره تلفنم هم می‌نویسم. عجب حکایتی. بشه من چراغا روشن کنم، چاییم تازه دم هست. زحمت می‌کشم. دست درد نکنم عبدالله. این مزاحم شدی دیگه. زحمت چی؟ بریم بابا. چه نشانه ای بدهم تا مرا به خاطر بیاورد؟ شاید اسمم را از یاد برده باشی، شاید چهرم را نیز در خاطر نداشته باشی، اما حتما عملیات فام را به یاد داری. شب عملیات بود، من مجروح شده بودم و اگر تو مرا پیدا نمی کردی اکنون شاید زیر خاک بودم. حتما آن شب خوب به خاطرت مانده، اما چگونه ممکن است هم من زنده باشم هم تو؟ چیه بابا اینقدر تو فکری؟ میبینیش دیگه بالاخره. شب غریبی بود. کدوم شب؟ شب عملیات. ترکش خورده بودم، کلی خون ازم رفته بود. یه نفر اومد طرفم، سرمو تکون دادم که منو ببینه. اومد پامو بست تو ازم خون نده. من صورتشو ندیدم، آخه ماسک زده بود. من انداخت رو دوشش، آورد عقب تا برسونه به بچه های امدادگر. نامر داشت این جایی دادم.
باز چیشو در آورد گذاشت رو صورت من. ای گفتم نه، کار خودشو کرد. از اون روز همهش فکر میکنم چه بلایی سرش اومده. نکنه شهید شده باشم. حالا بازم خدا رو شکر زنده است. سبوش شد درس خونا چی میکشن؟ سلام. سلام آقا عده گل. خب تو چرا زحمت کشیدی میرفتم خودم؟ اختیار داری. بچه ها کجا هم باش؟ تنهایی؟ هرکی رفته دنبال کارش دیگه. تنها موندی. شهر یا که لالا کرده. افشین رفتی پونه نباش. مجید هم رفته کجا؟ چه نام داره؟ ما موندیم و درس و مشق دیگه طبق معمول مطالعه. طبق معمول یالا چنین دیگه ای خداش خواب اینجا میاد تون تون. احد جان آقا تلفن داشتی. چی بود؟ یه آقای بود به نام عبدالله صاحب همون قهوه خونه تو درکه. یه شب رفته بودیم پیشش. چی گفت؟ هیچی، گفت که به آقا احد پیغام بدین که دیروز حبیب پیشش بوده. خب حبیب یاد داشته دیده گفته اشتباه گرفت. یعنی چی؟ یعنی بابا بابایی که تو بگم گوه نیست. چی تعلیمه؟ همه دیزا به جون خودم خودش بود. بابا یارو گفته ما اصلا تو عمرم جبه نرفتم. میگه خودش بوده؟ اصلا جبه ندیده. حرفایی میزنی یا این دادر شباهه. آقا آدم چجوری برای چند سال قیافه یه نفر دقیق تو ذهنش میمونه؟ لاول اشتباه گرفته دیگه. اقف فکر نکن به این قضیه. من اون قیافه رو هیچ وقت برام باش نمی کنم. لاول هفته یه بار بهش بشم. به این قضیه فکر نکن. تو امتحان داری. بیا بشی مثل بچه آدم درست تو بخون. امتحان داری یا همه ایجا نمیتونم. دست خودم که نیست. باش خودش بود. آقا اینقدر برای خودت درد سر درست نکن. بیا بشین پشت پرونده امتحانات. کیش حواست کجاست نیستی؟ کجایی بسر؟ چرا؟ حواسم هست. چیه مامه؟ بود نمیشه بپرسی؟ آره اسمیه. چفتش؟ نه یه دونش. اون وقت مادرزادیه یا یادگار جنگی؟ یه دستگی با هم بازی بکنیم. یه دستگی بزنیم. اگه اجازه بدی دیگه بازی نکنم. من اصلا سر کیف نیست. بچشم اگه فضوله نباشه میتونم یه سری ازت بکنم.
چرا سر کیف نیست؟ چرا دماغی؟ بس قضیه عظیم قراره. آره دیگه، خلاصه حسابی حیرونمون کرده. ببین هر جا من با یه چنده از این بر بچه بودم که تو عملیات فاک شرکت کردن رفیقم، اصلا یکیشون همین بهروز آقا بهروز فرمانده عملیاتمون بود. اگر عکس این بابایی رو که میگی به من بدی، من به این بچه ها نشون میدم، شاید یه وقت شناختنش. والا من که عکس ازش ندارم، یعنی راستش نخندی با اسمشم درست نمیدونم. خب ببین، من منظورم همون عکسی که طرف اول توش اشتباه گرفتی، همونو به من بده، من به این بچه ها نشون بدم، شاید بشناسنش. نه دلار، که همون نمیکنم فایده ای داشته باشه. خب ببین، حد ضرری هم که نداره، بالاخره لیست بچه هایی که تو این عملیات شرکت کردن رو میشه پیدا کرد. تازه کلی از این بچه ها هم فیلم برداری شده. اگه فیلم این عملیات رو پیدا بکنیم، خیلی راحت میشه اون طرف شناخت. خدا خیرت بده جلال. کرد. یعنی اگه بتونی کمکم کنی، من یه جوری بفهم که این بنده خدا شهید شده یا زنده است، واقعا خوشحالم. خب این قضیه که به قول شما حل بده. بله، این رخش شماست؟ بله، اینم اون اسب سفید ماست. مرا اسب سفیدی بود روزی. خب آقا عد، میایم سراغ شما. نگفتی باز چی پکری؟ نگرانم جلال، نگران. همش با خودم میگم وقتی تو اون شب عملیات ماست چشو گذاشت صورت من، نکنه بنده خدا خودش شیمیایی شده باشه. قبل از هر چیز میخوام بدونم شهید شده یا زنده است. تو این قضیه میتونی رو من حساب کنی. یعنی میشه پیداش کرد؟ ببینه حتما باید بریم دنبال لیست بچه که تو عملیات فاف شرکت میکردن. بالاخره یه سرنخی میتونیم ازش پیدا کنیم که ببینیم این بنده خدا شهید شده، مفقود الاثره، جانبازه. شاید هم نه، اصلا ایشالله که سالم و سرحال و هیچ اتفاقی هم براش نیفتاده. خدا تا رسوند. خب با اجازه. کجا مومن؟ بشین میرسونمه. نه، خودمون همین بغله، خودم میرم. نه ترس، نمیخوام بیام خونتون. فقط سر را میریم خونه شما، اون عکس رو بر میداری و میای، امشب میریم خونه ما، کلی باید با هم صفا کنیم و گپ بزنیم. پس بشین بریم. خوله برو آقا. خوبه. برو بزن. اینجا ده. نیگه. یکم برو آقا. یکم. عقب‌تر. خوبه. ثابت نگردم. یکم دیگه.
خوبه. آها. به جون احد این خودشه. آره خودشه. چی بهت گفتم؟ نگفتم بالاخره جلال برات یه سر نخ پیدا میکنه؟ فدای تو. بشم منه دارم. ببینم حالا با این فیلم میشه آدرسش رو گیر آورد؟ آره با این فیلم مشخص شد مال کدوم گردن و کدوم دست است. بقیهش دیگه با من. حمیدیزا شوخی نکن به خدا گوشت گاز میگیرم ها. شهری ها بکن آقا جان دبل کن دیگه صفحه این بریز صفحه بخواه یالا چی تو رنجرم یورل میاسیز یورل میاسیز احد جان دستم شکست پول نرم از سونشو بخم تو رو خدا ول کن نمیگونم آقا مهمون به این پر روی نوبره والا بابا تو هم چاکردم اون رگ دیگه میزنه بالا به خدا شکست اگه ول کنی یه خبر خوش برات دارم خوشحال میشی یا آخ چه خبری؟ بالاخره آدرسشو پیدا کردم چی نه؟ راست میگی؟ بجون تو صد تا تلفن زدم به اون تو بالاخره یکی از بچه‌ایو که تو اون دسته ای که این رفیق تو توش بود و پیدا کردم و آدرسش ازش گرفتم. خیلی خوب. حالا کجا هست؟ تهران یا شهرستان؟ تهران. میدون ترجشو بلدی؟ آره. میای پایین میدون سوار تاکسی میشی صاف میای نازیابات همونجاست. آره. خب بچه رو معطلی بریم دیگه نه دیگه از اینجا به بعدش با خودت جلال این رفیقت نگفت منده خدا شهید شده یا زنده است نه فقط آدرس شده تازه بعد از این همه سال کی هست که خبر داره که تازه این بنده خدا بدونه شهید شده زنده است جلال تو را اسب سفیدی بوده روزی آره دم در داره این چرا منتظرت نمیدونم بری یا علی سلام مادر سلام منزل آقای احمدپور شمس‌الدین بله شما؟ من یه چیز دوستای گردمیش هستم تو منطقه با هم بودیم خیلی وقت بود ازش بیخبر بودم از بچه ها سراغشی گرفتم اومدم خدمتتون حالا چردن به بفرمایی تو نه دیگه مزاحم نمیشم ممنون وقت افطاره الان دیگه هر کجا باشه خودش پیداش میشه سالمه؟ میگه قرار بود سالم نباشه ای وای ببخشید من خیلی به سوال کردم من از شب عملیات تا حالا ازش بیخبرم والا حالا
بفرمایید تو. دیگه ببخشید بعد ما بایم مزاحم شدم، الان وقت افطار، شما بفرمایید افطار کنید. تو رو خدا بفرمایید. هر جور که راحتی مادر جون. خیلی ممنون. تو نبود و هم من شمس الدین رو پیدا نشد. دیدی فلافل پیدا شد. روزتون رو باز کنید. چه زحمت چشیدی؟ چه زحمتی؟ بابا شرمنده همون چهر. خواهش میکنم. یک دنیا تشکر. خواهش میکنم. اسمت شمس الدین باشه. شمس الدین احمدپور. توی شناسنامه هم شمس الدینه، ولی بر بچه ها بهم میگن حبیب. آه حبیب، اصلا بهت نمیاد دروغگو باشه. دروغ؟ یادت رفته؟ من برایت یاد داشت گذاشتم به شما بند خدا، گفتی من اصلا اهل چپه و جنگ نیستم. شما میگه هستم؟ از معلومه اثر داشته جنگ، فراموش گرفتی؟ اشتباه گرفتی بابا. عملیات فان یه بسیجی کوچولو زخمی شده بود، شیمیایی زدن. بابا ماست چی تو برش گذاشتی؟ من تمام مدت در به در دنبال چشتم، ولی من یادم نمیاد. یعنی تو اصلا تو عملیات فاو نبودی؟ اهل جب هم نیست. ببین عزیزم، هر کسی که ریش داره که جبه نبود. با اجازه آیا احمد پور، من اسم و آدرس شما رو از بر بچه های همسنگرت گرفتم. اصلا فکر نمی کردم آدمی چون اون شب اونجوری جونشو گذاشت اینت را حالت دروغ بگه. ببین عزیزم، من اونی که شما فکر میکنی نیستم. دروغ که نمیتونم بگم، زبون روزه.
راستشو نگفت. من میدونم خودش چشم همون چشم بود. داشتم چه نکنم اون شب شیمی هایی شد چیزیت شده باشه. خیالم راحت شد. گفتن من شما رو خوشحال میکنه، فرض کنیم من همونی هم که شما میکنم دیگه چی؟ جزو گناه هم حساب نکن.